قلعه مالویل نوشته روبر مرل ترجمه محمد غازی خوانش کامران حماسیان قسمت ششم من همکنون نوشته های خود را بار دیگر مرور کردم و میبینم چیزهایی هست که تا پیش از نوشتن این ماجرا متوجه آنها نشده بودم. مثلا از خود میپرسم بیچاره جرمن محتضر که آتش لخت و اورش کرده و حتی پوست تنش را نیز کنده بود چگونه آن توان و نیرو را یافته بود که خودش را به ما برساند. من تصور میکنم که در هفت چناران پیغامی فوری از یک مشتری دریافت کرده و چون نتوانسته بود با تلفن به من دست پیدا کند زیرا میدانست که من در سرداب هستم موتورسیکلتش را سوار شده و در لحظه ورود به مالویل یعنی در محلی که می شود گفت به وسیله کوه سنگی مشرف به قلعه در پناه گسترده آتش بوده غافلگیر شده است. در صورت صحت این فرض حتما با زبانهای آن آتش عظیم که مانند برق از شمال به جنوب سرایت کرده بود به اصطلاح لیسیده شده است و گمان می کنم به همین جهت است که او مانند دیگر ساکنان مالجاک که از ایشان فقط چند استخوان سوخته در زیر قشری از خاکستر باقی مانده به کلی خاکستر نشده بود. اگر جرمن چند ثانیه زودتر خودش را به حیات برج سردر رسانده بود ممکن بود جان به در ببرد. در واقع خود قلعه هم کم صدمه دید زیرا کوه سنگی عظیمی که از شمال بر آن مشرف است بین قلعه و آن کوره آتش حائل بود. یک چیز دیگر هم به نظر من عجیب می آید. از آن لحظه که صدای غریو قطار در سرداب پیچید و به دنبال آن گرمای مخوف جهنمی بر محیط مستولی شد من و رفقایم دچار یک نوع فلج عضوی و ناطقی و حتی فکری شدیم. بسیار کم سخن گفتیم و کمتر از آن تکان خوردیم و عجیبتر آن که همان گونه که قبلا متذکر شدم من تا پیش از پیدا شدن سر و کله جرمن هیچ تصور روشنی از آنچه در بیرون از سرداب می‌گذشت نداشتم. حتی در آن وقت نیز افکارم مغشوش بود و از قطع جریان برق، از سکوت مداوم ایستگاه‌های رادیو، از آن صدای رعداسا و از بالا رفتن وحشت انگیز درجه حرارت هیچ گونه استنباطی نکردم. همزمان با از دست دادن قدرت تعقل مفهوم زمان را نیز از دست دادم. حتی امروز هم نمیتوانم بگویم که از لحظه خاموش شدن برق تا لحظه باز شدن در سرداب و بیدار شدن سر و کله جرمن چند دقیقه گذشت و گمان میکنم این موضوع ناشی از این بود که چندین بار در نیروی ادراک من نسبت به اشیاء وقفه حاصل شد و من جز در لحظات منقطع آن هم به طرزی بسیار ضعیف چیزی درک نمی کردم. من حس اخلاقی خود را نیز از دست دادم، منتها از دست دادن این حس فوری نبود زیرا در ابتدای امر تقلای زیادی کردم تا به کمک مسونیه بشتابم. اما اگر بتوانم چنین تعبیر کنم آن کمک آخرین جرقه‌ای بود که از حس عاطفی من درخشید. از آن به بعد هیچ به فکرم خطور نکرد که انحصار استفاده از یگانه تشت آب موجود در سرداب و در آن غوطه خوردن و مدتی مدید در آن ماندن بیان که به فکر دیگران باشم رفتاری است برخلاف نوع دوستی. از طرف دیگر اگر من این کار را نکرده بودم آیا این توانایی را می داشتم که چهار دست و پا خودم را تا دم در سرداب بکشانم و در را که جرمن باز گذاشته بود دوباره پیش کنم؟ بعدن متوجه شدم که هیچ یک از رفقایم تکان نخوردن، هرچند چشم همه با راحتی از رنج و تشویش به در بازمانده خیره شده بود. گفتم که چهار دست و پا و با سر آویخته در یک متری جرمن وامانده بودم و توانایی این که تا پیش او بروم نداشتم و بهتر این که به جای توانایی بگویم شهامت،
چون بعداً معلوم شد توانایی آن را داشتم که بار دیگر خود را به تشت آب برسانم. در واقع من هنوز تحت تأثیر ضربه وحشتی بودم که از دیدن جرمن با آن تن سوخته و خونالود به من دست داده بود. به تنی سوخته و ریش ریش که تکه های گوشت همچون پاره های پیراهنی که در حین دعوایی جرجر شده بود از آن آویخته بود. جرمن مردی بلند بالا و قوی هیکل بود و شد و شاید چون من به روی خود تا شده و افتاده بودم و شاید همچون سایه او که از نور شمع‌ها بر طاق افتاده بود بی اندازه بزرگ شده بود. در نظرم چنان مخوف و هیولایی آمد که گفتی خود اسرائیل وارد شده است، نه یکی از قربانیان او. به علاوه او ایستاده بود و حال آن که ما همه از شدت ضعف دراز به دراز افتاده بودیم و بالاخره او از جلو به عقب و بالعکس تلو تلو می‌خورد و با آن چشمان آبی نافذش به من خیره شده بود و من در آن تاب خوردن او احساس تهدید کردم، چنان که گفتی می‌خواهد به من بپرد تا نابودم کند. خودم را به تش رساندم، لیکن با کمال تعجب از فرو رفتن در آن صرف نظر کردم، زیرا وقتی دست در آب فرو بردم آن را بسیار گرم یافتم. میبایست نتیجه بگیرم که این احساس چیزی بجز خیال نیست و در واقع بدین معنی است که هوای محیط رو به سرد شدن میرود. اما من یک لحظه هم به این فکر نیفتادم و حتی به این فکر هم نیفتادم که نگاهی به گرماسنج بالای منبع آب بکنم. من فقط در بند یک چیز بودم و آن این که از تماس با سنگ‌های کف سرداب بگریزم. با زحمت بسیار خود را به روی دو بشکه شراب که با هم مماس بودند کشاندم. از پهلو در فضای بین انحنای دو بشکه نشستم. به قسمتی که دو ساقم از یک طرف و بالاتنه هم از طرف دیگر بلند بود. تماس با چوب بشکه ها احساسی تقریبا حاکی از خنکی و راحتی به من میداد. اما این احساس زیاد دوام نکرد. من زیاد درد می کشیدم، هرچند جای درد عوض شده بود. دیگر کمتر عرق می ریختم و حالت خفگی نداشتم. اما کف هر دو دست و زانوها و پهلوها و کفل و خلاصه همه قسمت‌هایی از بدنم که پیش از این با زمین در تماس بود درد می کرد. در اطراف خود ناله‌های ضعیفی می‌شنیدم و گاه گاه با احساسی شدید از تشویش و نگرانی به رفقای خود می‌اندیشیدم. تا یک وقت با کمال خجلت متوجه شدم که این ناله‌ها از خود من است. البته بعداً متوجه این موضوع شدم. هیچ چیز به اندازه درد جنبه ذهنیت ندارد. زیرا دردی که من احساس می‌کردم در حقیقت با آن سوختگی های بسیار سطحی که انگیزه آن بود تناسب نداشت. همین که قدری نیرو گرفتم و باز شروع به عمل کردم آن سوختگی ها را فراموش کردم. دلیل دیگر بر شدید نبودن سوختگی ها این بود که خوابم برد و گویا مدتی خوابیدم. چون وقتی بیدار شدم آن شمع های بزرگ همه سوخته بودند و کسی قدری دورتر از آنها شمع‌های دیگری روشن کرده بود. آن وقت احساس سرمای شدیدی در تمام تن خود به خصوص در پشتم کردم. می لرزیدم. با چشم عقب لباسهایم گشتم و نیافتم. آنگاه تصمیمم بیان که خود متوجه باشم عوض شد و تصمیم گرفتم از آنجا که مثل مرغ نشسته بودم پایین بیایم و برم نگاهی به گرماسنج بکنم. این نقل مکان برای من بسیار دردآور بود. عضلاتم کشیده و تقریبا متشنج بود و با هر حرکت که می کردم کف هر دو دستم درد می گرفت. گرماسنج 30 درجه را نشان می داد و من با آن که فکر کردم که هنوز هوا گرم است و دلیلی ندارد که از سرما بلرزم، این استدلال لرزش مرا قطع نکرد. همین که رو برگرداندم پسر را دیدم که ایستاده به بشکه تکیه داده بود و داشت لباسهایش را می پوشید.
و عجب آن که به جز او کسی را ندیدم و حالان که آن 5 نفر دیگر نیز همان جاها بودند. گفتی چشم من بر اثر خستگی نمی توانست در آن واحد بیش از 1 چیز را ببیند. احمقانه پرسیدم داری لباس می پوشی؟ با صدای ضعیف ولی کاملا طبیعی گفت بلی که لباس می پوشم، می خواهم به خانه برگردم. ایوت عزیزم حتما نگران است. نگاهش کردم. وقتی پسو از زنش با من حرف زد نمیدانم چه شد که واقعیت به طرز زننده‌ای در مغز من روشن شد و عجبتر آن که من برای این روشنایی رنگی حس کردم و درجه حرارتی و شکلی، یعنی سفید بود و یخ بود و مثل چاقو قلبم را پاره کرد. به لباس پوشیدن پسو نگاه می کردم و در آن وقت بود که نخستین بار به راستی فهمیدم چه اتفاقی افتاده است. پسو به لحنی تحکم‌آمیز به من پرید و گفت چته که اینطوری نگاهم میکنی؟ سر به زیر انداختم و نمیدانم چرا خودم را به طرزی وحشتناک در برابر او مقصر احساس کردم. به لحنی ضعیف گفتم هیچی پسوی عزیزم، چیزی نیست. با همان لحن باز گفت چرا نگاهم میکردی؟ و دستهایش چنان می لرزید که قادر نبود شلوارش را به پا کند. من جواب ندادم. بار دیگر نگاهی نفرت بار به من کرد و با خشمی که ضعفش آن را رقت بار نشان می داد گفت چرا نگاهم می کردی؟ حاشا که نمی تونی بکنی. خاموش ماندم. می خواستم حرف بزنم اما چیزی برای گفتن نداشتم. نگاهی به اطراف خیش انداختم تا تکیه گاهی بجویم. این بار رفقایم را دیدم و یا بهتر آن که بگویم با تلاشی مکرر و دردآلود که مقدمه حال تهوع بود رفقا را یکی بعد از دیگری دیدم. لامنو با رنگ پریده نشسته و سر مومو را به دامن گرفته بود و با حرکتی غیر محسوس موهای کثیف او را با انگشتان لاغر خود نوازش میکرد. مسونیه و کولین پهلو به پهلو نشسته مات و مبهوت مانده بودند و سر به زیر داشتند. توما به بشکه تکیه داده با دستی رادیوی ترانزیستوری روشن مومو را گرفته بود و با دست دیگر عقربه صفحه را آهسته و مدام از آن سر به این سر می گردانید و بیهوده دنیا را به دنبال یک صدای انسانی می گشت. چهره نگرانش نه تنها خطوط یک مجسمه سنگی را داشت بلکه تقریباً از رنگ و صلابت آن نیز برخوردار بود. هیچ یک از ایشان به نگاه من با نگاهی پاسخ ندادند و اکنون به یاد می آورم که ما با همان احساس نفرت عاجزی که پسو به من نگاه کرده بود، من از ایشان کینه تلخی به دل گرفتم. مانند بچه نوزادی که چون هوا وارد ریه‌هایش می شود جیغ می کشد، ما ساعت‌های متوالی چنان کس کرده بودیم که اکنون برای ما بسیار مشکل بود بتوانیم بار دیگر با دیگران تماس برقرار نماییم. وسوسه این که پسو را به هوای خود رها کنم در من قوت گرفت. به لحنی عامیانه با خود گفتم بسیار خوب، حالا که خودش دلش می‌خواهد بگذاریم هر غلطی که می‌خواهد بکند. به درک که رفت، لیکن از این پستی خود چندان متعجب شدم که بلا فاصله واکنشی در جهت عکس آن نشان دادم و تضرع کنان گفتم پسوی من، پسوی عزیز من، و سر به زیر انداختم. آنقدر سردرگرم بودم که واکنش های من مبالغ‌آمیزتر شده بود و هیچ کدام به من نمی آمد. مثل اینکه تقصیری کرده باشم با کمرویی خاصی گفتم شاید حالا بیرون رفتن هنوز قدری خطرناک باشد. از بس این جمله برای نشان دادن وخامت وضع نارسا بود که من به محض ادای آن حس کردم حرف مضحکی زدم. محازا همین جمله نارسا موجب خشم پسو شد و او با ترشرویی تمام و در حالی که دندان به هم می فشرد با صدایی به ضعیفی صدای من گفت خطرناک؟ چرا خطرناک؟ تو از کجا می دانی که خطرناک است؟ لحن سخنش گذشته از هر چیز ساختگی بود و به نظر می آمد که دارد در یک نقش کمدی بازی می کند.
من خوب می فهمیدم که این کمدی کدام است و دلم می خواست گریه کنم. سر به زیر انداختم و در آن لحظه بار دیگر از فرط خستگی و درماندگی نزدیک بود بگذارم هرچه می خواهد پیش بیاید. آنچه مرا از این کار باز داشت چشمان پسو بود که چون باز سر بلند کردم به چشمم افتاد. چشمان او خشمگین بود اما التماسی هم در آن خوانده نمی شد. به التماس از من می خواست که چیزی نگویم و باز تا مدتی صاحبش را در کوری خود باقی بگذارم. چنان که گفتی سخنان من بودند که توانسته بودند موجب این بدبختی دهشتناک برای او بشوند. اکنون مطمئن بودم که او نیز مانند کولین و مانند مسونیه مطلب را فهمیده است. اما ایشان می کوشیدند از ضایعه دردناک خود با حیرت و عدم حرکت بگریزند و حالان که پسو به گذشته می گریخت و هر چیزی را انکار می کرد و حاضر بود با چشم بسته تا خانه خود که تبدیل به خاک سر شده بود بدود. شروع کردم به اینکه در ذهنم چندین جمله بسازم و تقریبا روی یکی از آنها مکث کردم. می خواستم بگویم پسو اگر از روی درجه حرارتی که قبلا گرما سنج نشان می داد قضاوت کنی، ولی نه، من نمی توانستم این حرف را بزنم چون خیلی واضح بود. بار دیگر سر به زیر انداختم و با لجاجت گفتم تو نمی تونی همین طوری بری. پسو به لحنی مبارز جویانه جواب داد و لابد تو یکی می خواهی جلوی منو بگیری. با صدای ضعیفی حرف می زد و در این حال تلاش رقتباری می کرد که سینه اش را برای من سپر کند. من هیچ جوابی ندادم. در لوله های بینی و ته حلقم بویی ناخوش احساس می کردم که داشت دلم را به هم می زد. وقتی چهار شمع جلو خاموش شده بود، کسی که گویا توما بوده شمعهای بعدی را روشن کرده بود. به نحوی که آن قسمت از سرداب که من اکنون در آن بودم و نزدیک به منبع آب بود بیشتر در تاریکی فرو رفته بود. بنابراین مدتی طول کشید تا فهمیدم بویی که ناراحتم می کرد از جسد جرمن که اکنون در کنار من افتاده و به زحمت دیده می شد می آمد. متوجه شدم که تا آن لحظه وجود جسد را هم فراموش کرده بودم. پسو که چشم از چشم من بر نمی داشت و در نگاهش همچنان حالت نفرت و تضرع خوانده می شد نگاه مرا تعقیب کرد. من چون چشمش به نعش افتاد ظاهراً لحظه چند مات و مبهوت ماند. سپس با حرکتی سریع رو برگرداند و خجل شد. چنان که گفتی تصمیم گرفته بود آنچه را که دیده است انکار کند. اکنون او در میان ما تنها کسی بود که لباس به تن داشت و با آن که راه تا دم در باز بود و من ناتوانتر از آن بودم که بتوانم جلویش را بگیرم تکان نمی خورد. با سماجتی آری از هر نوع زور و تحکم تکرار کردم ببین پسو تو نمی تونی همینطوری بری. اما من اشتباه کردم که حرف زدم چون او ظاهرن جمله مرا دستاویز کرد تا باز اندکی تحرک پیدا کند و بیان که کاملا پشت به طرف ما کند و نیز بیان که پس برود با حالی مردد و ناشیانه چند قدمی کچ به سمت در رفت. در این لحظه از جانبی که هیچ انتظار نداشتم کمکی رسید. لامنو بود که چشم گشود و درست مثل کسی که در آشپزخانه کوشک ورودی نشسته باشد نه لخت و پرید رنگ و بیحال در سردابی افتاده به لهجه محلی گفت دیلاغ جان حق با امانوئل است، تو نمیتوانی همین طوری بروی، باید یک لقمه غذا بخوری. پسو نیز به همان لهجه محلی گفت نه متشکرم، من احتیاج به غذا ندارم، ممنونم. ولی همچون دهاتی هایی که در دام دعوت به مهمانی گیر می کنند و با تعارفات مرسوم و پیچیده رد و قبول نمی دانند چه بکنند، بی حرکت ماند. لامنو که قدم به قدم در تعارفات معمول پیش می رفت گفت چرا؟ بد نیست که چیزی بخوری، ما هم همینطور. آنگاه رو به توما کرد و به زبان فرانسه ادامه داد شما آقای کولتر ممکن است آن چاقوی کوچکتان را به من قرض بدهید؟ پسو که از سخنان لامنو بسیار خوشش آمده بود و
و چنان با حق‌شناسی کودکانه‌ای به او نگاه می‌کرد که انگار به دنیای آشنا و اطمینان بخش سابقش می‌آویزد و اینک این زن مظهر همان دنیا است، گفت: گفتم که نه، احتیاج ندارم. و لامنو با اطمینان کامل به اینکه او دعوتش را قبول خواهد کرد گفت: ولی چرا؟ چرا؟ باید بخوری. بعد سر مومو را از روی زانوی خود کنار زد و خطاب به او گفت: یالا پسر، برو کنار که من بتونم از جام بلند شم. و چون مومو همچنان نق می‌زد و به زانوهای او آویخته بود، به لهجه محلی به او گفت: خب خب، بس کن نره خر. و سیلی محکمی هم به صورت پسرک نواخت. او این نیروی ذخیره را از کجا به دست آورده بود؟ نمی‌دانم. زیرا وقتی بلند شد، من بار دیگر از ظاهر نزار او حیرت کردم. با این وصف، بیان که کسی کمکش کند، نخ نایلونی را که از یکی از ژامبون‌ها بر بالای سر ما به آن آویخته بود باز کرد و آن را به زیر آورد. و در همان حال مومو با رنگ پریده و چهره وحشت‌زده به او نگاه می‌کرد. و مثل بچه شیرخواره جیغ‌های کوچک می‌کشید و وقتی لامنو به طرف پسرش برگشت و ژامبون را برای بیرون آوردن از پوشش رویی آن روی بشکه بالای سر او گذاشت، مومو دست از نق زدن برداشت و شروع به مکیدن شست خود کرد، چنان که گفتی یک دفعه به دوران بچگی برگشته است. من به لامنو در آن دم که با زحمت بسیار برش‌های کوچک نسبتاً ضخیم ژامبون را می‌برید، در حالی که آن را روی بشکه تکیه داده و دسته آن را محکم در دست لاغر خود گرفته بود نگاه می‌کردم. صحیح‌تر بگویم به بدن او نگاه می‌کردم. استخوان‌های کتفش بیرون زده بود و کفلش که از کفل ماده میمون لاغرتر بود، به درشتی مشت می‌نمود. معمولاً وقتی من می‌گفتم لامنو، این اسمی بود سرشار از مهر و محبت و احترام و در این حال کج‌خلقی که مظهری از روابط ما بودند و من از تماشای حالت فرتوت او اندوهی بی پایان در خود حس می کردم. لامنو برش های ژامبون را مثل ورق بازی در دست راست خود جمع کرد و سر آخر از مومو به توضیح آن پرداخت. مومو سهم خود را با جیغی وحشیانه قاب زد و آن را درسته در دهان فرو برد و با انگشتان خود به تپاندن لقمه پرداخت. رنگ صورتش فوراً کبود شد و اگر مادرش که دو فک او را به زور از هم باز کرد دستش را تا بیخ حلق در دهان او فرو نبرده و لقمه را بیرون نکشیده بود حتماً خفه می شد. پس از آن با چاقوی توما آن لقمه آلوده به آب دهان را به تکه های کوچک برید و در حالی که به پسرش قر می زد یک یک آن تکه ها را در دهان او گذاشت و هر بار که مومو دست او را گاز می گرفت او کشیده ای به صورتش می نواخت. من با نگاهی مبهم به این صحنه می نگریستم. بیان که لبخندی بزنم یا احساس نفرتی بکنم. همین که تکه ژامبون سهم مرا به دستم داده بودند، آب دهان من هم راه افتاده بود و در حالی که آن را به هر دو دست گرفته بودم، با دندان شروع به پاره کردن آن نمودم. و در این کار ولع شکمپرستی من که از مومو کم از مومو نبود. ژامبون بسیار شور بود و خوردن آن همه نمک با گوشت خوکی که به آن آویخته بود احساسی از خوشی و لذتی باور نکردنی به من داد. ضمناً متوجه شدم که رفقای من از جمله پسو با همان ولع به خوردن مشغولند. در حالی که از هم فاصله می گیرند و نگاه هایی تقریباً وحشیانه به اطراف می اندازند، گویی می ترسیدند از اینکه لقمهشان را از دستشان بقابند. من سهم خودم را زودتر از همه خوردم و چون با چشم به دنبال زنبیل بطری های پرگشتم دیدم که زنبیل خالی است. پس من تنها نبودم که با آن شراب ها رفع آتش کرده بودم و از این لحاظ خوشحال شدم، چون کم کم داشتم احساس سرزنش وجدان می کردم از اینکه آن همه وقت استفاده از تشت آب را در انحصار خود گرفته بودم. دو بطری خالی برداشتم، به طرف سیفون رفتم، آنها را پر کردم و این بار بی توجه به گیلاسی که مومو آلوده کرده بود گیلاس ها را بین همه توزیع کردم و برای همه شراب ریختم، در حالی که همه می نوشیدند. مثل آن وقت که می خوردن و یک کلمه حرف نمی زدن، چشمان گدرفته
و معجزه‌زن خود را با ژامبونی که لامنو روی بشکه خوابانده بود و برای بریدن آن به بشکه تکیه زده بود خیره دوخته بودند. لامنو متوجه نگاه خیره ایشان شد ولی دلش به حالشان نسوخت. همین که شرابش را نوشید باز ژامبون را با حرکاتی حاکی از تصمیم انعطاف ناپذیر خود در لفاف آن پیچید و بالای سر ما دور از دسترس به جای خود گذاشت. به جز پسو ما همه هنوز لخ بودیم و ایستاده و ساکت بر اثر خستگی نیم خم و با ولع تمام چشم به گوشتی دوخته بودیم که به تاق تاریک سردا آویخته بود و با انسانهای نخستین که در ادوار ما قبل تاریخ در غار ماموتهای دره رون در همین نزدیکی مالویل زیسته بودند چندان فرقی نداشتیم. زانوها و کف دستهای من هنوز درد میکرد، اما نیرو و شعور با هم به تنم باز میگشتن و متوجه بودم که چقدر کم حرف میزنیم و با چه وسواسی از تفسیر واقعه احتراز میکنیم. گویی عین این احساس به لامنو هم دست داده بود، زیرا آهسته به لحنی حاکی از نارضایی گفت: منو ببین که چجوری هستم. و این حرف را به زبان فرانسه که زبان احساسات رسمی و مؤدبانه است ادا کرد. سپس فوراً شروع به پوشیدن لباس‌های خود نمود و همه از او تقلید کردند. پس از فراغت از این کار، این بار به لهجه محلی لیکن به صدای بلند و به لحنی غیر از لحن قبلی خود به گفته افزود: و کار خوبی هم نکردم که همه را به هوس انداختم. من در زم لباس پوشیدن زیر چشمی به کولین و مسونیه نگاه می کردم و به پسو حتی امکان کمتر. صورت مسونیه کشیده تر و فرو رفته تر و کوسه تر شده بود و چشمانش لاینقطع موجه می زد. صورت کولین هنوز آن لبخند پف کرده ولی عجیب مصنوعی و ثابت خود را حفظ کرده بود و اصلا با استرابی که من می توانستم در چشمانش بخوانم تناسب نداشت. اما پسو که دیگر دلیلی برای ماندن پیش ما نداشت، چون شرابش رو نوشیده و غذایش را خورده بود، قیافه‌اش هیچ نشان نمی‌داد که خیال رفتن دارد و من سعی می‌کردم نشان ندهم که مواظبش هستم تا او را به صرافت رفتن نیندازم. لب‌های زمختش می‌لرزید، بر صورت پت و پهنش رعشه افتاده بود، بازوانش بی‌حال آویخته و زانوهایش اندکی خم شده بود و حالت کسی را داشت که از هر گونه اراده و امیدی عاری شده باشد. متوجه بودم که اغلب چشم به دهان لامنو می دوخت، گویی انتظار داشت لامنو به او بگوید چه بکند و چه نکند. به توما نزدیک شدم. او را خوب نمی دیدم، چون آن قسمت از سرداب که او در آن ایستاده بود در تاریکی فرو رفته بود. آهسته از او پرسیدم: به عقیده تو بیرون رفتن از اینجا خطرناک است؟ اگر از نظر درجه حرارت میپرسی نه، چون حرارت هوا تخفیف پیدا کرده. مگر نظر دیگری هم در کار است؟ البته، تشعشعات اتمی. نگاهش کردم. من هیچ به تشعشعات نیندیشته بوده بودم و نیز متوجه شدم که توما در مورد ماهیت واقعه شکی ندارد. گفتم: پس بهتر است صبر کنیم. توما شانه بالا انداخت. در چهرهش آثار حیات خوانده نمی شد و صدایش گرفته و حزن‌انگیز بود. گفت: تشعشعات ممکن است یک ماه، دو ماه و حتی سه ماه هم وجود داشته باشد. پس چه باید کرد؟ اگر تو به من اجازه بدهی که بروم و آن دستگاه گیگر عمویت را از قفسه‌ات بردارم، خیال من لااقل برای حالا راحت خواهد شد. ولی ممکنه خودت به خطر بندازی. صورتش مثل یک تکه سنگ بی حرکت ماند. با همان صدای بی حال و ماشینی خود گفت: تو که می دانی به هر حال شانس زنده ماندن ما بسیار محدود است. نه گیاه و نه حیوان هیچ کدام نمی توانند مدت مدیدی دوام بیاورند. وقتی دیدم رفقا بیان که جرأت نزدیک شدن به ما را داشته باشند ظاهراً گوش تیز کرده اند، گفتم: یواشتر حرف بزن. و بیان که دیگر حرفی بزنم، کلید قفسم را از جیب در آوردم و به او دادم. توما فوراً ولی به کندی بارانی خود را پوشید
کاسکت موتورسواری خود را بر سر گذاشت، عینک حفاظی شیشه درشتش را به چشم زد و دستکش‌هایش را به دست کرد. با این ریخت و هیبت حالت ترسناکی داشت. خواسته که بارانی و کاسکتش هم سیاه بود. لمسش کردم و با صدای خفه‌ای پرسیدم این تجهیزات برای حفاظت است؟ چشمانش در پشت شیشه های عینک به همان حالت حزن و گرفتگی ماند، اما اخم خفیفی بر خطوط ثابت چهرهش دوید و گفت به هر حال این وضع بهتر از لخ بودن است. همین که توما رفت، نسونیه به من نزدیک شد و آهسته پرسید توما میخواهد چه بکند؟ میخواهد رادیو اکتیویته را اندازه بگیرد. نسونیه با آن چشمان گود رفتهش نگاهی من کرد. لبهایش میلرزید. پرسید مگر خیال میکند که بمب اتم بوده؟ ولی تو همین خیال را میکنی؟ من هم. آهی کشید و خاموش ماند. دیگر به جز آن و آه و آن سکوت خبری نشد. او حتی مژه هم نمیزد و سر به زیر انداخته بود. صورت کشیدهش به موم میمانست. نگاهی به طرف کلین و پسو کردم. ایشان هم به ما نگاه میکردن ولی نزدیک نمیشدن. بین آتش خبر گرفتن و وحشت درک حقیقت گیر کرده بودند و به نظر میرسید که فلج شدند. دوست در صورتشان هیچ حالتی خوانده نمیشد. 10 دقیقه بعد توما برگشت در حالی که گوشی های دستگاه به گوشش بود و خود دستگاه را هم به زیر بغل داشت. با صدای مقطعی گفت فعلا در حیات اول نتیجه منفی است. سپس در جلوی نعش ژرمن زانو زد و دستگاه را روی تن او گرداند و گفت اینجا هم منفی است. من رو به طرف رفقا برگرداندم و با صدای تحکم‌آمیزی گفتم من و توما می رویم روی برج سردر تا تحقیق کنیم و بفهمیم چه اتفاقی افتاده. شما از اینجا تکان نخورید تا چند دقیقه دیگر برمی گردیم. قلعه مالویل، نوشته روبر مرل، ترجمه محمد غازی، خانش کامران حماسیان.